علی حسین قاضی زاده اینجا همراه ماست علی حسین ایرلاین های خارجی یکی پس از دیگری دارن پرواز های خودشون رو به مقصد ایرانی از ایران لغو میکنند آیا باید این رو یک سیگنال جنگ در منطقه تلقی کنیم بله بله یک سیگنال بسیار قوی برای غریب الوقوع بودن حمله اسرائیل هست و ما به قرینه اتفاقایی که در گذشته هم رخ داده میتونیم حس بزنیم که از اونجایی که اسرائیلی ها زمان حمله رو اعلام نمی کنند یعنی برخلاف شاید حملات از جنسی که آمریکا انجام میده و در زمان حمله نوتیس میده آسمان رو کلیر میکنه اسرائیلی ها اعلام نمی کنند. و همین خاطر یه بازی زمانی اعلام میکنن به بسیاری از کشورها یا بسیاری از مثلا فرض کنید ایرلاین ها یا خبرهایی رو مثلا به شکل آمدانه درز میدن که در این بازه زمانی در واقع این کار انجام بشه ترکیش ایرلاین به خاطر یکی هواپیمایی که در هفته های اخیر بعد از اینکه تحریم ایران ایر در اروپا انجام شد بسیاری از مسافران ایرانی در واقع مسافرانی میخواستن به اروپا بیان به ترکیه میرفتن و از اونجا میومدن پروازا به ترکیه بسیار بسیار زیاد شده بود وقتی که در چنین شرایطی اعلام میکنه که از الان تا ده روز آینده در واقع این پروازها لغو شده این تا آخر اکتبر بعد میدونیم پنج روز قبل از انتخابات آمریکاست زمانی که این این پروازها لغو شده نشون میده که این بازه بازی زمانی هست که به احتمال زیاد قراره که اسرائیل حمله بکنه یعنی نشونه این نشونه همراه راه نشونه های دیگه به ما میگه که این حمله قریب الوقوع هست و عملا معنیش این هست که در واقع ارتباطی بین منابع امنیتی اسرائیلی و این پروازها وجود داشته که چون ترکیه از آخ... همیشه از آخرین ایرلان هایی بوده که پروازش رو به ایران قطع می کرده و معمولا تو شرایط حتی ناامنی که هیچ پروازی نمی اومده تا خطر خیلی جدی در واقع نبوده اون هم خیلی محدود یه روز دو روز معمولا پروازش رو قطع می کرده الان به این شکل اعلام میکنن این نشون میده که یه خبر خیلی جدی در واقع به پرواز ها رسیده در واقع قطع پرواز ها در خبرها داشتیم پیامت های اقتصادی داشته مردم نگران از پیامت های اقتصادی این جنگ احتمالی هستند آیا حکومت آمادگی این رو داره که در واقع جامعه رو از این پیامت ها دور نگه از اونها محافظت بکنه؟ به هیچ عنوان به هیچ عنوان اساسا این چیز در توانایی جمهوری اسلامی نیست یعنی همین الان که در واقع عملا این جنگ آغاز نشده پیامدهاش به سرعت شروع شده دلار هر روز داره یک سقف جدید رو میزنه ریال داره با سرعت خیلی عجیب سقوط میکنه بورس ریزش پیاپی داره بازار بازار طلا همینطور به از همه مهمتر این, کالاهای این بحثی که در مورد گوشت مطرح شده که به دلیل لغو پروازهای خارجی عرضه گوش کاهش پیدا کرده و قیمت افزایش پیدا کرده این زنجیره تأمین بسیاری از کالاها از همین الان شروع به در واقع از بین رفتن میکنه و از همه مهمتر اگر این حمله انجام بشه و فرض کنید که و یک سری اهداف اقتصادی هم انجام بشه طبیعتا این زنجیره از, بین رفتن این زنجیره بسیار بسیار فراتر میشه ببین جنگ دیگه چیز شوخی برداری ما هممون یک جنگ رو دیدیم در کشورمون یعنی یک جنگی که تاریخ هشت سال جنگ چگونه همه چیز در واقع قحتی رخ داده بوده و اینو میدونیم که جنگ چه کار میکنه با اقتصاد یک کشور به اینکه کشوری مثل این ما اسرائیل نیستیم که در واقع زیر شاید این حملات همه کالاهای در واقع زرد تامین بشه در کشور ایران نه منابع مالی اقتصادی در واقع. نه مالی کافی وجود داره و نه توانمندی نه حکومت تمرکزی اصلا تو این حوزه میذاره حتی پناهگاه هم در واقع برای مردم تعبیه نکردن چه برسه به اینکه ممنون است همکارمون علی حسین قاضی زاده.